حال که میخوام نتیجه بگیرم، همین الان خیلی زودتر از اینه که آقا این حوادث یکی یکی این اتفاقات اینا افتاده و توی دبستان دبیرستان توی دانشگاه و توی حوزه درس داده نمیشه. خودم به حسب خودم که رسیدم همین کارو بکنم. زن طلاق، بچه که داخونه، بود دام میبرم برم بگم پسرم دروغ میگه، این بازرگان انحراف فکری داشته. اینا پسرم بنی صدر رئیس جمهوری که 12 میلیون بهش رای دادیم فرانسه است، الان بیشرف اینا جاسوسه. اینا پسرم این جریان هاشمی یک جریان انحرافیه، از قبل بوده بعدش بوده، اینا رو کار ندارم، ولی این مقطع بعد از فلان فرایند این که منتظری رو سوار کار کرده و اینها دوست می‌داشتن که منتظری بره بالا، مقصر این جریانات فتنه و اینها بعدش تا همین الان اینا جریان. پسرم خاتمی، پسرم چقدر باید فکر بزنم چیزی بازم. بعد کسی هم حال نداره اصلا توی جنگ نرم، کسی اصلا حال نداره. الان یعنی آقا فیلم گرفت رفت تو بایگانی فیلم، کی بره بیاد حالشو داشته باشه، صحبت کرده دیگه سعید قاسمی، میره تو بایگانی نمیاد بیرون. اما رفتم توی روستا درغوزآباد صحبت کردم، قارپوزآباد صالحی اصلا کجا هست این روستا اینا، رفتم صحبت کردم، 9 شب داشتم میومدم از قزوین به سمت تهران، یکی زنگ زد گفت حاجی فیلمتو وی او ای داره نشون میده. گفتم آقا من 9 شب صحبت کردم، وی او ای کجا؟ دروغ میگی یا تو اشتباه داری میکنی؟ گفت پشتت فلان بنر نیست. گفتم چرا؟ گفت موضوعش این نیست. گفت راجع به این صحبت نکردی؟ دیدم چرا اولین بار دارم صحبت میکنم. گفتم یا اولین بار، آقا من 1 ساعت پیش صحبت کردم تو روستای درغوزآباد، الان وی او ای داره نشون میده. مثلا سیستم این و تشکیلات هایی که همه جا میبینید 200 تا دوربین دارن فیلم عکس دارن یا همه دارن سلفی میگیرن از همدیگه و اینها، هیچ کدوم به کار نمیان. بدن ما باید وقت بذاریم. این آقایی که میگه من مرکز فرهنگی مستندسازی هستم، بره بازی گوشی بکنه، همین اینه که راجع به دیالمه درست میکنن. باید ازش صحبت کرد که آقا این مرکز فرهنگی تو که بوده، آقای وحید جلیلی تو الان 3 سال اینها اومدی، تو هم که از قبل بودی، همه تون هم بودید هستی در اینا، آقا ببخشید دیالمه که متعلق به شماست، چرا تا حالا 3 دهه کوتاهی؟ کی باید زیر خاک بمونه؟ یه دیالمه رو بدن گفتن.